احساس میکنم که از اون سوالاشون رو بپرسن. خب بفرمایید، ما به شما گوش میدیم. بفرمایید. به خوشنودی اهورامزدا، منم درود و سپاس میگم به یکایی که شما دوستان و بزرگواران، با امیدوارم که در هر کجا که هستید خوش و خرم باشید و تمام بینندگان عزیز که هر کجا هستن شاد و تندرست باشن. من تو این دوران کرونایی رو بگذرانیم و بتونیم دوباره حضوری و فیزیکی همدیگر رو زیارت کنیم و همدیگر رو ببینیم. من خدمتتون هستم با موضوع خواهد و دست، یک موضوع بسیار مهمی هست که امروز بیشتر توی جامعه بیرون حمله میکنن به جامعه درون زرتشتیان و واژه خواهد و دست رو خیلی مطرح میکنن و نشون از این هست که ما زرتشتی ها مثلا ازدواج نادرستی داریم، که من همه اینها رو رد میکنم و اون چی که در سیر تاریخ بر این دیار گذشت و تحولاتی که در رفت آمد بیگانگان روی داد و متاسفانه تهمت‌های بسیار زیادی رو به ما زدن و تندبادهای حوادث زمان که توی مرز و بوم وزید، ولی درخت تناور ملیت ما رو بیشکن نکرد و تنه و ریشه همونطور که همه میدونیم پابرجاست و سرچشمه دیرین خودش که همون دین زرتشتی، فرهنگ زرتشتی، فرهنگ ایرانی هستش، سیراب میشه. ولی خب بهتر میدونیم تو بازه‌های زمانی بعضی ها شوربختانه سعی کردن که چاخ و برگ و حتی تنه این درخت تنومند آسیب وارد کنن، به گونه ای که در دوره‌های گوناگون مدارک و اسنادی که از نیاکانمون به یادگار مونده بود رو نابود کردن و امروز به گونه‌ای شده که درباره سنت، تمدن، فرهنگ و حتی شخصیت‌های باستانی و هر چیزی که بخوان میگن و گفتگوهای حالا بعضی وقتها درست و خیلی وقتها گفتگوهای نادرستی رو به ما نسبت میدن. بهتر می‌دونیم که دین زرتشتی، دین بهی، بر ستایش اهورامزدا خدای بزرگ استوار هست و نخستین محور از جهانبینی دین زرتشتی همون خداشناسی هست یا همون توحید که در دیگر ادیان آسمانی هست. و میدونیم که اهورامزدا خداوند بزرگ اون هست که یگان آفریدگار و کردگار و پروردگار عالمیان هست. ما توی اوستا بسیار بسیار نام میبریم و همیشه میگیم هست و بود و خواهد بود و اون هست که شایسته همه ستایش هاست. دین زرتشتی بر بنیاد و باور یکتایی اهورامزدا، باور به پیامبری اشون زرتشت و اون آیتم های دیگه که اصول دین زرتشتی هست استواره. دین زرتشتی میدونیم که اون بندگی دور رو برکنار میذاره، سودجویی و استثمار که یکی از کسی دیگه بخواد استفاده بکنه، سود ببره رو، همه اینها رو برکنار میگذاره و توی قانون خانواده میدونیم که میاد و اون قانون همسری رو، من چون میخوام به همسر خواهد و دست این موضوع رو مطرح میکنم، میبره سمت خانواده و نظام خانواده رو بسیار بسیار ارزشمند میبونه. میدونیم که واژه خود خوات و دست واژه هست که بسیار بسیار ارزشمند هستش و از دو واژه خواته و دسته تشکیل شده و میدونیم که این واژه که ما در پایان کشتی دستن مخصوصا که اون اوستا وقتی که میخونیم شهادت یک مذباپرست هسته. منظور از واژه شهادت اون عبارت و اصولیه که یک بدین مذباپرست زرتشتی بر زبان میاره، جارو میکنه و به اون ایمان داره، که میدونیم که عبارت کاملش هم توی یتنای 12 بند 89 اومده. یسنای 12 درست توی یسنا که میتونیم بعد از اون نخات هوم هستش که اومده و میدونیم از قطعات بسیار بسیار کهن
ارسطایی هستش که توی این فصل به ویژه بندهای 7 و 9ش خیلی مهم هست که مسیحیتی اهمی هست. یعنی من یک مذهب پرست زرتشتی هستم و این واژه خوات و درد در این بخش اومده و هنگامی که یک نوجوان زرتشتی که همه خودمون وقتی که خواستیم صدرتوش بشیم و این رو این شهادت خوات و دست رو میخونیم. خوات و دست از دو بخش تشکیل شده که شاید بودم تکراری باشه. واژه نخستش خوات هستش که موبدان بزرگی و مثل آذربایجان هست و اینا به خود چیز کردن و واژه دست رو از ریشه دا به معنی دادن و اون دانایی ترجمه کردن و دیگر بزرگان هم همینطور بوبدان بزرگمون همینطور مطرح کردن و مثلا بزرگانی مثل همون بارتلومه این واژه رو مثلا از همون ریشه از مصدر او یا همون او به معنی خوب و دست رو از مصدر ای نبراشی دست رو از همون دا یعنی همون دادن و اون ایت رو از مصدر ای به معنی رفتن گرفتن و در کل این معنی این واژه به معنی راه خوب و آسان ترجمه میشه و پور داود هم همین واژه رو به همین نحو میگیره، یعنی میگه راه خوب درست رفتن رو و همینطور موبدان بزرگ مفتا در هند هم در ایران هم در گذشته همین و همین رو به معنی شهادت میدونن. خب با توجه به یسنایی که ما میخونیم مخصوصا تو همون واژه‌اش که انبار میخونیم خود همون ارسطاهای روزانه که میخونیم یسنای 12 بند 9 واژه خوات و دست میبینیم که با همراه یک سری واژه ها اومده مثل واژه نیزا سنعی تیشه که به معنی کنارگذارنده هستش، کنارگذارنده جنگ و افکار و اینها و ناسازگاری رو از میون بر میداره، یعنی یک زرتشتی باید این ناسازگاری ها رو از میون بر داره و همینطور واژه پرسپایا و مثلا خزرام خب که یک پاشنام مسیحی هست و کسی که کینجوی رو کنار میگذاره و دیگه واژه ها مثل اشعانیم یعنی راه به راست درست بودن رو مطرح میکنه. خب با توجه به این واژه ها با توجه به این که این واژه به واژه خواهد بده است و همینطور توی جمله جایی که اومده و همینطور در یسنا و همینطور جایگاهی که در اوستا بین نیزا سنعی تیشم و اشعانیم داره خب به معنی میهن پرست، میهن دوست، فدا کردن خود در راه میهن، اون شهادتی که موبه شهرزادی موبه دازرکش هست به کار بردن. میدونیم که موبه شهرزادی تو سخنرانی خود از خود این واژه برای اشعانی زرتوش که در راه میهن به شهادت رسید به کار برد و گفتش که اون شربت شهادت رو نوشید تا جهان رو پاک بکنه و بر نیروی راستی بیافزایه و خودش رو یعنی به خواهد پدرس یعنی از خودگذشتگی داد عشوزن. این واژه بسیار بسیار ارزشمند هستش و در فرهنگ خود ما زرتشتی ها میدونیم که خونه که تو عربستان مثلا میخونیم خان و بیت و دهیو اینا که سازمان های اجتماعی هستش توی عربستان بسیار چیز میکنیم. تو باور ما زرتشتی ها این ارگان و این سازمان دوستی جهانی که از پیوند همه یعنی ما همه با هم سعی میکنیم که به یک درجه بسیار بالا برسیم. همونطور که در ایران وقتی که جنگ شد زرتشتی ها مانند دیگر همیهنان از این خاک عبورایی محافظت کردن و به یک درجه بسیار بالای خواهد و دست رسیدن و این بسیار بسیار اهمیت داره. ولی متاسفانه میبینید بعض وقتا میان این واژه رو به گونه دیگه ترجمه میکنن، تفسیر میکنن
که مثلا بنیاد دین زرتشتی رو به گونه دیگه میخوان نشون بدن، مثلا میگن که ازدواج با محارم هست، ازدواج نمیدونم چی هست که هر دفعه که هیچ جای ارسطا اصلا اینطور چیزی نیومده و ما در نماد روزانه دلیل منطقی وجود نداره که نوعی ازدواج درست بین نیزا سنایتیشن و خواهد بعد از آمده میدونم چیزهای دیگه بیا که به ضد جنگ و کنارنده خود اصلا سلام مطرح هستش، یه بار میگی بسطش بگه ازدواج مثلا با خانواده یا ازدواج رو چیز اصلا اینطور چیزی اصلا درست نیست. هر زرتشتی دیدیم که تو آینه صدر پوشی و در انجامن وحی مادی هستی که میخواد انجام بده چیز میکنه، وقتی که اون پیوند رو میخواد با موبد خود در دست خود موبدش اون بازی خورد و دست رو به کار میبره و میگه که من میهن خود میهن پرست هستم، میهن دوست هستم و در راه میهن خود تا جایی که تاب و توان دارم دفاع خواهم کرد در این مرز ابورایی و در راه راستی و درستی صدقت میگیرم و سعی میکنم اشربن باشم، بسیار بسیار خوب باشم و بتونم دخترش برم و تا حتی با دشمن به داد میکشیم. خب یعنی ما با آگاهی به جنگ اهریمن میریم. همچنین تو اوستای کشتی میخونیم که میستاییم دین نیک و ماسیاسنی رو که بر ضد جنگ و خونریزی و دور کننده سلاح و خیشی درنده هسته پاک هسته. خب و این خواهد و دست به یه سری افکارهای باستانی و اسطوره‌ای هم به همراه داره که میبینین مثلا توی ایران باستان مثلا خیلی چیا هستش در مورد این خوات و دست توی اساطیر، تو کتاب‌های گوناگون، تو بحث‌های گوناگون همون از خودگذشتگی رو مطرح می‌کنه، ولی خیلی دوستان میان در مورد پیوند زناشویی این رو مطرح می‌کنن. و چه بگم من در مورد پیوند زناشویی بگم، در دین زرتشت پیوند همسری یا همون بیوگانی یا پیوند برقرار کردن ماری بسیار نیک هستش و بنیادیه که یک زن و یک مرد رو به نام همسر به هم وابسته میکنه که تا بتونن تواناییشون رو افزایش بدن تو سازندگی و پیشتر و آفرینش حتی گیتی، کمک به آفرینش های گیتی اون رسایی رو داشته باشد و شادی رو برای همگان افزون کنن، مثلا شادی خود خانواده رو و خوشبختیشون بیشتر بشه. بنیاد همسری باید بر پایه نیک و پایه درستی یا همون نیک خردی و خوب خردی و دوست داشتن و همکاری و دلبستگی استوار باشه. این در دین زرتشت در همه جا بحث از تک همسری هستش، اصلا ازدواج دو همسری است، همسری اصلا رد شده و کاری بسیار بسیار ناشایست هست و نادرست. میدونم که درباره چگونگی انتخاب همسر بر پایه آزادی هسته و همه جای ارسطا سفاره شده که دختر و پسر با اندیشه نیک یا با رایزنی با خرد نیک و پیشخردی و اشا همسر خودشون رو انتخاب کنن. ملاک اصلی هم میدونیم که از زرتوش در داهان در مقاط پنجوته به پروچیستا دختر خودش اون رو آزاد میده، پروچیستا رو آزاد میذاره که همسری رو که مد نظرش هست انتخاب بکنه و اون رو برگزینه. یعنی ملاکسی باز همون اندیشه هستش که چیز میکنه. میدونیم تو همون حات 53 بند چیز هستش، بند حات 53 بند 3 هستش. تو جای دیگر میبینیم از زرتشت به دختران و پسران تازه عروس و تازه داماد پند و اندرز میده، مثلا دوباره تو همون
پارت 53 میگه ای تازه عروسان، ای تازه دامادان، اون راه و روش درست، یعنی راه و روش همون دین هست. دین یعنی اصلا راه و روش، یعنی وجدان، وجدان درست رو دریابید و راه زندگی خودتون رو با منش نیک بپیمایید، بکوشید که در راستی و درستی، این خیلی زیباست که در راستی و درستی از همسر خودتون پیشه بگیرید، نه در چیزی دیگه. و اشو زرتشت پیوند همسری رو بسیار بسیار ارزشمند میدونه و شواهد و دوایای بسیاری هم تو اوستا تو متنای دینیمون هستش. کسی که ازدواج کرده بر کسی که ازدواج نکرده ارجعیت داره، کسی که فرزند داره بر کسی که فرزند نداره ارجعیت داره و باید کاری بکنیم که پایه قانون خانواده بسیار بسیار ارزشمند باشه و بسیار درست بنا نهاده بشه. و میدونیم که در کیش ایران باستان زن و شویی به منظور زندگی خوش و خرم و همازوری بوده، اتفاق می افتاده. خب و خانواده بسیار بسیار پایش محکم و درست و بر پایه هم منش نیک استوار بوده. و در کیش زرتشتی هم خب می دونیم که قانون خانواده بسیار محکم هست و اون یگانگی و جلوگیری از فساد اخلاقی در مورد اون قانون خانواده و اون پیوندهای زناشویی تاکید زیاد شده و بسیار مهم هست. میدونید در فرگرد مثلا یادم میره ببخشید فرگرد چهارم فکرم فرگرد چهارم بند 47 فکر کنم بندی داد بود که تا حتی اونجا با مطرح میشه که مرد زندار بر مرد بیزن و مردی که خانه داره، یعنی یک قانون خانواده داره، بر مردی که مجرد هست باز بیدر اهمیت داره و بسیار ارزشمند هست این قانون خانواده. همینطور میدونیم در جای بسیار زیاد وظیفه هر شخصی این هست که افراد خانواده وظیفه هست که دیگران رو به کسب داشتن ببینید علم، دانش و همینطور راه درست درآمد، کسب مال. و جالب اینه که تو مرزون میبینیم که داشتن همسر نیک درست، یعنی یک قانون خانوادگی رو ایجاد کنه، همسر رو راهنمایی بکنه و بتونه اون رو قانون خانواده رو انجام بده و یک گواهگیری، یعنی در یک انجمن بنی ماسی هستی یک گواهگیری انجام بشه و بتونن یک قانون خانوادگی رو درست برپا کنن. ایران باستان و دوره میانه در دین زرتشت خب میدونیم، مثلا دوره میانه میدونیم که ازدواج به چند دسته تقسیم شد که یکی از اون دسته ها پادشاه زنی بود، یکیش ایوک زنی بود، یکیش خودسر زنی بود، یکیش ستر زنی بود و چاکر زنی بود که انجام میشد. ولی دشمنای دین همیشه اومدن مثلا همین واژه خوات و دست رو چیکار کردن؟ واژه خوات و دست رو به گونه‌ای به کار بردن که نه، زرتشتی‌ها ببینید خیلی جالبه که زرتشتی‌ها می اومدن با پسر با مادر یا پدر مثلا چی، اصلا اینطور چیزی نبوده، من اصلا قابل قبول نیست. اگر کوچکترین موردی در دین بوده باید یک جای دین می اومد. دین همون گاهان میبینیم که در پاد 53 اشو زرتشت دختر خودش رو آزاد میگذاره با شخصی دیگه با اندیشه روشن بسنجه و اون ازدواج رو انجام بده. این خیلی بسیار مهم هست. یا اگر جزء باز فرهنگ و سنت زرتشتی بود و چرا پنج نمونه ازدواج در زمان ساسانی مطرح میشه و هیچ جاش اصلا ازدواجی از ازدواج مثلا خوات و دست نیستش؟ خب یعنی ما پنج نمونه ازدواج داریم، پنج نمونه ازدواج بسیار
مهم هست در اون زمان، ولی الان میبینیم که چی شده. میان میگن خواهد ولد ازدواج و مهاره، مثلا زرتشتی ها این کار رو میکنن، زرتشتی ها اون کار رو انجام دارن، در صورتی که اصلا اینطور چیزی مطرح نیست. خب من قبول ندارم. اگر در روزگاری در ایران اینطور چیزی وجود داشته، وقتی اصلا به دین زرتشت نیست، چون در دین ما میبینیم که اصلا واژه خواهد ولد واژه هست، یعنی اون شهادت از خود گذشتگی، و بزرگان دین زرتشتی همه به اتفاق همینطور ترجمه کردن، همینطور معنی کردن، و در گاهان اصلا ما اینطور چیزی رو نمیبینیم. خب من خلاصه میکنم، خیلی زیاد صحبت کردم، ما در گاهان اصلا اینطور با اون چیزی رو نمیبینیم، و در ارسطا درست میبینیم در بین این که گسترش راستی درستی کنار نهادن جنگ هستش و این واژه شهادت و ایثار طلبی هست، همونطور که موبد آذرگوش هست گوهشون شاد باشه، موبد فیرود آذرگوش هست موبد آذرگوش شاد باشه، همه شون موبد شهرزادی، همه این ها به اتفاق واژه شهادت و ایثار طلبی در راه میهن رو به کار بردن، یعنی خود رو دادن برای اون راه درست رفتن. اون یکی هم مثلا که گفتم، یعنی راه درست رفتن، راه چیز رو رفتن و بتونن به یک درجه بسیار بسیار بالای شهادت و خودگذشتگی برسن. و کسان و متاسفانه ببینید هستن افرادی که حال بخوان با فرهنگ ایرانی بکوبن و نسبت میدن مثلا به ازدواج معارف، که من واقعا این کار رو ناشایست میبینم. اگر در دوره ای هم در فرهنگ ایرانی به وجود اومده که من باز قبول ندارم، به دین زرتشتی ربط نداره که بخوای بگی این مربوط به دین زرتشتی، نه در دین زرتشتی هیچ جا این چنین چیزی نیست. و ما هم همیشه خب میدونیم که احترام احترام میاره، ولی هیچ وقت هم نبوده که بخوایم خدا نکرده زرتشتی ها بخوان دیگران رو بکوبن یا مثلا بگن خودمون خیلی برتر هستیم، یا بخوای بگیم این فرهنگ غلطه، این فرهنگ، نه، باید همیشه خود رو در اون زمان و اون موقعیت هم قرار داد که چرا چنین چیزی مثلا بحث شده، چنین چیزی بود. ولی در کل از نظر دین زرتشتی باشه خواهد بد است، یعنی دوستاب شهادت طلبی و از خود گذشتگی هستش. من این یک خلاصه چیز بود که خدمتون ارائه دادم. باز اگر صحبتی، پرسشی، یا اگر هر طور سلام میدونید بگید من انجامه. من ببخشید یه سری فعل بدایی چیزی خیلی ممنون موبت، خیلی از حرفتون استفاده کردم. من حالا کامنت رو باز میکنم که دوستان اگه سوالی چیزی داشتن تو کامنت بنویسن، من ازتون بپرسم. خواهش میکنم. خب کامنت الان بازه، میتونید سوالاتون رو بپرسیم. یکی از دوستان پرسیده بودن که اگه ممکنه از انواع ازدواج هم یه توضیح خلاصه بدین، همین کلمه‌ای که گفتیم، چاکر زنی، اینا رو اگه میشه یه توضیح خیلی خلاصه بدین. خب ببینید، ما یک نوع پادشاه زنی داشتیم که مطرح میشد، خب یک نوع خودسرزنی داشتیم. حالا میخوام من دونه دونه میگم. ببینید پادشاه زنی ازدواج اینطور بود که یک پسر و دختر برای نخستین بار رضایت والدین خود با رضایت پدر و مادر ازدواج میکردن. ایوک زنی ازدواج بعدی بود، یعنی یک مردی بخواد با یگان دختر که ازدواج کنه. علاوه بر دختر میدونید که از پدر و مادر باید چیز باشه، باید هم پسر، چون در زمان قدیم بدین نبود که اون پسر که کار و پوشش و اینا رو انجام میداد دارایی خانه پدر رو به خانواده دیگه منتقل کرد، در صورتی که پدر خانواده فقط دختر داشت و فقط فرزند پسر بود،
دختر خانواده پس از ازدواج معذر بود که نخستین پسر خودش رو وارث پدرش قرار بده و دارایی رو به اون بسپاره تا از انقراض خانواده پدرش جلوگیری کنه. چنین زنی رو ایبک زن میگفتن که امروزه اینطور ازدواجی اصلا دیگه وجود نداره از نظر دینی زرتشتی. ازدواج دیگه در زمان ساسانی چاکر زنی بود که این ازدواج در مورد زن با مرد بیوه‌ای بود که همسرش فوت شده بود که میخواست بعد از فوت همسر اولش همسر دیگه انتخاب بکنه، چون برابر کیش زرتشتی اون همسر اول در گیتی. و جالب اینه که در عالم مینو ما همیشه میگیم ازدواج موقعی صورت میگیره در این دنیا که در عالم دیگر هم همین همسر هسته. پس بعد از در گذشته چند از مرگ همسرش، اون همسر اول پادشاه زن بود و فاقد همسر دوم به خاطر همین بود که در عالم دیگه مقام چاکر رو در برابر همسر اول خودش داشت و خودسرزنی بود. که این ازدواج عبارت از این بود که دختر یا پسر بعد از اینکه به سن بلوغ میرسیدن و مهم 21 سالگی بود، رضایت پدر و مادر خب اجازه نمیدادن که مثلا اینها با هم ازدواج بکنن. اونها بعد از اینکه پدر و مادر مثلا مخالف بودن این کار رو انجام میدادن و اون در اون مراسم گواگیری اعلام شد اینها خودسرزن ازدواج کردن و بدون رضایت پدر و مادر. یک نوع دیگه ازدواج سترزنی بود که اگه زن و شوهری بچه دار نمی‌شدن و بچه رو بر می‌داشتن یا از خیشان خودشون فامیلای خودشون بچه رو طبق قانون می‌گرفتن و فرزندی قبول می‌کردن، در این مورد این بچه وقتی که بزرگ میشد مانند ایبک زنی عمل میکرد، بدین طریق که اولین پسر اون پسر رو اون دختر میخوندن و فرزند پدرخوانده محسوب میشد و پس از فوت پدرش هم صاحب دارایی و مال اموال اون میشد. این پنج نمونه ازدواج بود که کامل در زمان ساسانی بود، ولی امروزه فقط و فقط پادشاه زنی وجود داره و پادشاه زنی هستش که توی ثبت ازدواج و دفتر ازدواج زرتشتیان و سند ازدواج زرتشتیان ثبت میشه. فقط پادشاه زنی هست و اون ازدواج های دیگه هیچ کدوم نیست. خیلی ممنون موبد. یه سوال دیگه که چند نفر پرسن، چون تعداد سوال ها زیاده اگه اجازه بدین من همه رو نپرسم. یکی از سوال ها که پرتکرارتر بود گفتن اگه ممکنه راجع به طلاق و مهریه توی دین زرتشت توضیح بدین. خب ببینید طلاق گرفتن یک مقدار سخت هستش و اولا چون ازدواج یک امر بسیار بسیار مقدسی هست در دین زرتشتی و بعد از اینکه همدیگر رو انتخاب کردن زن و شوهر، اون دختر و پسر یعنی همدیگر رو انتخاب کردن و با هم در یک دوره‌ای که به معروف هست دوره نامزدی با هم بودن و توافق کردن سر یه خونه زندگی رفتند، طلاق گرفتن سخت میشه و بدین نحو هست که ما اعتقادمون بر این هست که چه پسر چه دختر مهر یک دیگر رو گرفتن و یک زندگی واحدی رو دارن انجام میدن. ولی خب توی مواردی هست که توی حالا احوال شخصی زرتشتیان و از قدیم ایام هم بوده، قبل از اصلا سال 1307 و 1310 که حالا احوال شخصی زرتشتیان مطرح میشه، قبل از اونم بوده، ولی طلاق بدین نه بوده. چند مورد خاص پیش میومده. یکی اگه شخصی از دین خارج میشد، یعنی یک زرتشتی میرفت به دین دیگه، جدایی صورت میگیره و یا اگر شخصی بعد از مثلا 5 سال بچه دار نمیشد میتونست به صورت چاکر زن یک همسر دیگه رو انتخاب بکنه، باز طلاق میگیره و بعدش دوباره انتخاب میکرد. و یا اگر خدا نکرده یک رابطه نادرستی چه مرد چه زن داشتن
صورت میگیره، یا مدت زمانی بسیار زیادی، مثلا یکیشون در اسارتی بود، مثلا در کار نادرستی انجام شده که در زندان یا جایی به سر می برد. اینها عواملی بود که باعث می شد که اون انجمنی که بررسی می کنه، حالا انجمن موقع انجمن ناصری بود، انجمن موبدان بود که بررسی می کرد و اون اجازه رو می داد که خب اینها دو نفر مثلا جدا بشن و به صورت کت خدامنشی این کار سعی می شد انجام. معمولا سعی می کنن که اون جدایی صورت نگیره، ولی اگر می خواست صورت بگیره بعد بررسی میکردن. همین امروز هم همینطوره، یعنی ما تو احوال شخصی همون داریم، چه زن مقصر باشه چه مرد مقصر باشه، مواردی رو داریم مثل ماده 36 احوال شخصی زرتشتیان تشخیص بده که هر کدوم مقصر هستن. حالا من بندها رو نمیارم، ماده رو شاید اشتباه بکنم، ولی هر کدوم مقصر هستن، اون نصف اموال و دارایی که بعد از ازدواج صورت گرفته مال اون یکی هستش، و اگر مقصر هم باشه ما بری اموال هم بهش میدن، یعنی بدین نفع خیلی محکم برخورد میشه. و خوشبختانه امروز دادگاه‌های ایران هم این رو مصمم کردن که بعد از سال 91 مخصوصا، درست از قدیم که بوده ولی از سال اسفند 91 درست بدون شما چرا طبق احوال شخصی خودمون بررسی میشه و کاملا رایان شد. قبلش هم بوده اشتباه نشه، قبلش هم همچون چیزی انجام می شده. و اینکه مهدیه مثلا مثل دیگر ادیان چه، نه ما اون انجمن یا اون ارگان یا اون شورای حضرت بررسی می کنه و در هر موادی که گفتم هر کدوم مقصر باشه باش شدیدن بر. خیلی متشکرم. سوال بعدی یکی از عزیزان پرسیده، بعضیا میگن اسفندیار در شاهنامه که گسترش دهنده دین زرتشتی است با مادرش کتایون ازدواج میکنه، اینجا باید چه پاسخی داد؟ اینطور چیزی رو که میگن خیلی چیزهای دیگه هم گفته میشه، خب مثلا فلانی با فلانی ازدواج کرد، فلانی با فلانی این کارو کرد، ولی ببینید بعضی وقتا بعضی از واژگان هست معنی اون ازدواج معنی اون مزدوجان، یعنی اون همازوری هسته. خب مثلا میگه آقا در شهری که میری یک خانه بخر، این خانه بخر یعنی یک دوست رو داشته باش، چون در هر شهری که میری دوستی رو داشته باشی یعنی یک خانه ای رو داری. خب وقتی که این واژگان خیلی جاها چنین معنی هایی رو داره، و این رو من بهتون بگم از نظر ادبیات اوستایی و فرهنگ ایران ما این افتخار رو داریم که هیچ واژه‌ای مترادف نداره. ببینید خیلی زیبا در اوستا هر واژه معنی خودش رو داره، یعنی شناسه‌هایی هم که قرار میگیره مثلا یک اسم 8 حالت به خود میگیره، خب یک حالت نهادی هست، یک حالت رایی هست، یک حالت ندایی هست، و وقتی که بحث مثلا ازدواج میبینید مطرح، باید اون کلمه واژه‌ای رو، اون حالت اسمی واژه‌ای رو بگیره که نشان از این باشه، یعنی مثلا یک حالت ندایی باشه. خب ولی اینطور چیزها رو ما نداریم. نه من این رو قبول ندارم. خیلی ممنون موبد، خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتین، خیلی استفاده کردیم، امیدوارم که دوستان هم به اندازه من لذت برده باشن. ممنون از حضورتون. در خدمت جناب آقای موبد دکتر مهربان پولادی بودیم که در رابطه با موضوع خوت و دسته اشتباه تلفظ نکرده باشم برامون صحبت کردن. خیلی ممنون موبد، شما صحبت پایانی داریم بفرمایید. نه من هم از یکایی که شما سپاسگزار هستم و واقعا ممنون هستم که چنین برنامه خوبی رو دارید و امیدوارم که باز هم میگم همین کرونا سریعتر تموم بشه، همون دوره همایش مانترا فیزیکی حضوری همدیگر رو ببینیم، همه دوستان در کنار هم بتونیم اون مراسم و برنامه های خوب رو برگزار بکنیم. امیدوارم که برای همه ایرانیان از هر دین و قوم و ملیت و هر چی که هستیم در کنار هم برای این سرزمین امروی کوشا باشیم، بتونیم فعالیت کنیم و راه درست رو، میهم پرستی درست رو داشته باشیم. از یکایی که تون سپاسگزار هستم و ببخشید اگه وقتتون رو گرفتم و عذیتتون. نه خیلی ممنون از شما، ممنون بازم از وقتی که برامون گذاشتین.
من فقط این رو هم بگم خدمت دوستان عزیز که این یکی از برنامه های 28 همایش اوستاخوانی و گاتشانسی مانترا بود که از تاریخ 5 تا 12 شهریور ماه به صورت مجازی قرار برگزار بشه. حالا برنامه های دیگه ای رو هم تدارک دیدن بچه ها که به اطلاعتون میرسونیم. لطفاً ما رو دنبال کنین و حمایتمون کنین. برنامه های دیگر رو هم حضور داشته باشید، تشریف بیارید. بازم خیلی ممنون موبت. خواهش میکنم، سپاس کنم. خود پاینده باشید. خیلی ممنون. من دیگه خدا نگهدار.